ما یک چیزی تو جمهوری اسلامی چند سال ایجاد شده به اسم پروژه بگیری مثلا این آیدی آدم علی بی طرفان همه اینا میاد میره اونجا به جایی که قدیما میرفتن تو پایگاه یه کلب رو کل قند و رو روغن نباتی بگیره الان عوض شده میگه مثلا من 5 میلیون میگیرم یا مثلا چنده الان 20 میلیون 30 میلیون 300 میلیون 300 میلیون میگیرم تو ماه انقدر توییت میزنم انقدر مثلا افراد دارم این پروژه رو میگیرم به اینا میگم پروژه بگیر تو این اینستاگرام مثلا میام هزار تا کامنت میذارم تو کانال تلگرام ملی گرایان میام اونجا هی اذیت میکنم اینا رو بعد لیست میکنم اسکرین شات میگیرم میبرم میدم مثلا به پایگاه یا میدم به اون نهادی که از طرفش اومدم پول مملکت رو اینجوری میسوزونن و حروم میکنن شما فکر نکنید اینایی که اونجا دارن کامنت میذارن مردمن اینا پروژه بگیرها هستن پروژه میگیرن میان تو فضای رسانه کامنت میگذارن میان تو فضای رسانه میگن الان برید مثلا فوتبال ساحلی رو بگید مال ماست این پروژه بگیرها رو دوستان بشناسید خیلی مهم هست تاکید میکنم و قشنگ این تیکه صحبت منو به خاطر داشته باشید اینا پروژه بگیرن یه نفرشون میره یه پول میگیره مثلا پنج تا رفیقاش میگه بیا آقا تو نشستی تو خونه داری با بیزهاد یه دیگه قل بازی میکنی یه دوتا توییت هم اینجا بزن یه میلیونم مثل سگ میندازی یه میگه وردا مثلا حالا این هم پول تو اونم پول تو یه پول قلومب هم خودش میذاره تو جیبش و میره میدونید سیستمشون اینجوری کار میکنه بهشون میگن پروژه بگیر این پروژه بگیر ها رو دست کم نگی اینا هیچ کدومشون تو فضای واقعی و فضا... فضای مجازی اینها آدمی که مثلا طرفدار باشه یا چیز باشه خیلی اندکه همشون از طریق پروژه بگیری میان پروژه رو بر میداره یه آدم پولاشو میاد یه تعداد میده به مثلا چهار تا رفیق و دوست و اینا داره میگه یه آیدی بساز حالا آیدی مثلا فاتی کماندو مثلا آیدی نمیدونم یه اسمای عجق و عجق یه تعداد مستار یه تعدادم هم اسمایی که مال دیگران با عکس و بیشتر عکس دختران و بانوان زیبا ایرانی رو بدزدن بذارن رو پروفایل هاشون به خصوص تو این استاگرام و بیان اینا رو بنویسن اینا پروژه بگیرها هستن و آدم شخصیت واقعی پشتش نیست طرف پول میگیره میاد کامنت قدیم می قدیما سیستم فرق داشت مثلا میرفتن تو پایگاه تا میخواستن هماهنگ کنن خیلی طول میکشید الان طرف نه میگه می که من مثلا میتونم یه تیم دیویست نفره حالا 20 نفره 50 نفره اینا رو ردیف کنم به همون تعداد پول میگیره که واقعا ببینید پول مملکت ما باید صرف چی بشه که یه مشت بیان تو فضای مجازی بیان تبلیغ کنند برای آخون یا مثلا صحبت های خامنه ای رو پخش کنند پولی که باید برسه به کودکان نیازمندان داروی بیماران ساخت استادیوم تو کشور ساخت هتل تو کشور میاد صرف این چیزها میشه پروژه بگیریم بریم مثلا مردم ایران رو که همه مخالفن همه چیز هستن اینجا مثلا من که رأی میدهم چند نفر رو تونستید راضی کنید بعد مثلا به رفیقاش میگه تو تلگرام مثلا یه کانال هماهنگی درست کرد همه برید زیرش بنویسید که ما هم رعی میدیم از این کارها و یه کثیف تواور اینها که واقعا هرچه بگویم کم گفته